سرخط خبرها. ادامه اعتراضا به افزایش مالیات سوخت در فرانسه. پلیس در رویارویی با معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد. رهبر آمریکا از فروپاشی شوروی تا جنگ اول خلیج فارس. جورج بوش پدر 41مین رئیس جمهوری ایالات متحده در 94 سالگی درگذشت. دیدار محمد بن سلمان با رهبران جهان در اجلاس گروه 20. سایه مرگ جمال خاشقجی بر روابط خارجی عربستان سنگینی می‌کند. و ادعای آزار و اذیت فوتبالیست‌های زن افغان، فدراسیون تکذیب کرده، فیفا می‌گوید بررسی می‌کند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. برای سومین هفته پیاپی در فرانسه، مردم در اعتراض به افزایش مالیات سوخت در پاریس و چند شهر دیگر تجمع کردند. در خیابان شانزلیزه در مرکز پاریس، پلیس در برخورد با معترضان از گاز اشکاور استفاده کرده. تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده است از پاریس، جایی که تاکنون بیش از 100 نفر بازداشت شدند. در شهر لیل هم ماموران به یک معترض گلوله پلاستیکی شلیک کردند. دولت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه مالیات را بالا برده تا مردم را به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و استفاده از انرژی‌های پاک تشویق کند. همونطور که گفتیم، اینها تصاویر زنده هستند از پاریس، جایی که همونطور که می‌دیدید خیابون شلوغ بود و نیروهای امنیتی جمع شده بودند برای مقابله با معترضان. از پاریس ایرج ادیب‌زاده هم با ما هستند که این اتفاقات رو دنبال کردن. آقای ادیب‌زاده، شما چه اطلاعات بیشتری دارید؟ در واقع باید بگم که این جلیق زردا الان به کابوس دولت فرانسه مبدل شدن. شما نگاه بکنید، امروز وقتی گاز اشکاور در طاق نصرت پیروزی و کنار اون سرباز گمنام به حال دودش اش بلند میشه، این نشون دهنده اینه که دولت به حال یه مقداری از این جریان ناراضیه و به حال میدونید در کشورهای دموکراسی هر کس حق داره تظاهرات بکنه، اما کسی حق نداره که این تظاهرات رو وادار به خشونت، یعنی مبدل به خشونت بکنن، آتش بزنن، مغازه ها رو بشکنن، همین کاری که شنبه گذشته کردن. به حال سومین شنبه یه که این تظاهرات اعتراضی در سر تا سر فرانسه ادامه داره. دولت خودش گفته که 36,000 نفر، ولی خب تعداد هنوز واقعا مشخص نیست. گفتند که 5,500 نفر به پاریس اومدن. اینجا به پاریس که میان به حال سمبل های مقدار سمبل های ثروت و به حال تجمل مغازه‌ای است که هفته پیش تعدادی از اونها شیشه ها شکسته شد، صندلی های مربوط به کافه ها رو آوردن وسط میدون و آتش زدن، بعدم سنگ فرش خیابون شانزلیزه رو که سنگ های کوچک هست اونها رو خراب کردن. تقریبا اگر بخوایم نگاه بکنیم به بعد از اون تظاهرات روز شنبه، میبینیم که در واقع شکل یک میدان جنگ رو به خودش گرفته بود. اما امروز دولت اعلام کرد که تنها کسانی که کارت شناسایی داشته باشن میتونن وارد خیابان شانزلیزه بشن. بنابراین یه درم دستگیر کردن. اینا کسانی بودن که یا خشونت میکردن یا کارت به حال شناسایی نداشتن. این مسئله به حال همونطور که گفتم به کابوس دولت فرانسه تبدیل شده و شما هم اشاره کردید که این برای کاهش خودروهای گازوئیلی متکی به سوخت فسیلی و تشویق مردم به استفاده از اتومبیل‌های برقی و بنزینی. به نظر میرسه که در ابتدا این اعتراض ها در اعتراض به همین افزایش قیمت سوخت بوده، ولی الان بزرگتر شده و تبدیل شده به کل سیاست های اقتصادی آقای مکرون. بله درسته. الان چیزی که هست، وقتی میان بررسی میکنن که این جلیق زرد ها کی هستن، میبینن واقعا مسئله اینا بیشترشون اتومبیل دارن، کار دارن، طبقه متوسط هستن، ولی انقدر فشارهای
مالیاتی، فشارهای گرونی، این مسائل زیاد شده که اینها واقعا دست به عصیان برداشتن، خواستن که صداشون رو به هر حال بلند بکنن. البته در این میون یک گروه هم هستن به اسم کسرها، اینا شکننده های حرفه‌ای شیشه های مغازه‌ای هستن که به هر حال چیزای گران قیمتی داره و این کسرها با این کلاه روی سرشون، با این چیزایی که میپوشن، هر وقت که تظاهراتی هست، حتی تظاهرات دانش آموزی که هست، اینا میان خودشون رو به هر حال یه جوری به این مغازه ها میزنن و اینها باعث اعتراض شده، به خصوص الان نزدیک نوئل هست و این مغازه بزرگ همه میخوان اجناسشون رو بفروشن. هنوز معلوم نیست که دولت میتونه با اینها واقعا وارد مذاکراتی بشه که نتیجه داشته باشه، چون در همین هفته گذشته سه بار دولت، آقای نخست وزیر، با نمایندگان این جلیقه زرد ها صحبت کرد، اما همچنان میبینیم که این مسئله تظاهرات ادامه داره. به هر حال کشورهای دموکراسی هم این مشکلات رو دارن. ممنونم ازتون. ایرج ادیب‌زاده، روزنامه نگار از پاریس با ما. میتونیم برگردیم به پاریس و تصاویر زنده رو ببینیم. پلیس همونطور که در این تصویر میبینید گاز اشک‌آور به نظر میرسه که بار دیگه شلیک کرده برای متفرق کردن معترضان. این برای سومین هفته پیاپی هست که در فرانسه مردم در اعتراض به افزایش مالیات سوخت و همینطور سیاست‌های اقتصادی امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه به خیابون میان. در خیابان شانزلیزه در مرکز پاریس امروز پلیس گاز اشک‌آور شلیک کرد و همینطور با ماشین آپاش سعی کرد که معترضان رو متوقف کنه. پلیس میگه بیشتر از 100 نفر بازداشت شدن. اعتراض‌ها فقط در پاریس نبوده و در شهر لیل هم ماموران به یک معترض گزارش شده که گلوله پلاستیکی شلیک کردن. دولت امانوئل ماکرون گفته که این سیاستش رو تغییر نمیده، چون میخواد با این کار به کاهش مصرف سوختهای فسیلی کمک کنه و مردم رو تشویق کنه که از انرژی های پاک استفاده کنن. باز هم در فرانسه، در کاله، در شمال این کشور، پلیس به چادرهای مهاجران یورش برده. یکی از مهاجران ایرانی برای بی بی سی ویدیویی فرستاده و گفته پلیس همه وسایل آنها را به هم ریخته. که دسامبر پلیس فرانسه اومده حمله کرده به چادر ما تو کاله است. اینجا تمام کیف بچه ها رو بردن، پولاشون توش بوده، مدارکشون توش بوده، تو روز بارونی همه رو سرگردون کردن، کیفاش و پولاشون رو برداشتن. هرچی هم میگیم کیفمون بده، پولمون بده، بهمون ندن. امروز هم 1 دسامبر 2018 است. کاله از مکانهایی است که مهاجران سعی میکنن از آنجا خود را به بریتانیا برسانند. در هفته های اخیر تعداد پناهجویانی که با قایق خود را به سواحل جنوبی بریتانیا رساندند افزایش چشمگیری داشته. گفته میشود بیشتر این پناهجویان ایرانی هستند. بریم به آمریکا. جورج بوش پدر، رئیس جمهوری پیشین این کشور، در سن 94 سالگی درگذشت. جورج هربرت واکر بوش در سال 1988 از حزب جمهوری خواه به ریاست جمهوری رسید. در دوران زمامداریش صحنه سیاست خارجی آمریکا شاهد وقایع بسیار مهمی بود، از جنگ اول خلیج فارس گرفته تا پایان جنگ سرد. اما او تنها یک دوره ریاست جمهوری آمریکا را به عهده داشت. در تلاش برای انتخاب مجدد مغلوب بیل کلینتون شد. کامبیز فتایی نگاهی کرده به زندگی 41مین رئیس جمهوری ایالات متحده. جورج هربرت واکر بوش 41مین رئیس جمهوری آمریکا، مردی که رسیدن به قدرت برایش تقریبا مقدر به نظر می رسید. جورج در خانواده ای ثروتمند و پرنفوذ به دنیا آمد. پدرش سناتور بود، خودش دانشجو در دانشگاه ییل، بعدش هم خلبان در جنگ جهانی دوم. ژاپنی ها هواپیمایش را بر فراز اقیانوس آرام سرنگون کردند. لحظه نجاتش در تاریخ ثبت شد. با پایان جنگ جورج بوش به تگزاس رفت و در صنعت نفت آمریکا ثروتی به هم زد. بعد از ثروت نوبت قدرت بود. نمایندگی در کنگره، سفارت در چین، ریاست در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA. گام بزرگ او رقابت در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان بود که در نهایت او را در مقام معاون رونالد ریگان وارد کاخ سفید کرد.
8 سال بعد بالاخره نوبت زمامداری جورج بوش فرا رسید. هر چند در کارزار انتخاباتی آن سال حرفی زد که بعدها هزینه سنگینی برایش پرداخت کرد. Read my lips. به دقت گوش کنید، مالیات جدیدی وضع نخواهد شد. در دوران ریاست جمهوری جورج بوش جهان شاهد تحولات عظیمی بود. دیوار برلین پایین آمد، جنگ سرد تمام شد و اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید. اما بحران‌های دیگری در راه بود. حمله نظامی صدام حسین به کویت در سال 1990. گفته می‌شود که مارگریت تاچر نخست وزیر بریتانیا به جورج بوش گفته بود که الان وقت سستی نیست. بوش در آن ماجرا قاطعانه عمل کرد. عراق will not be permitted to annex Kuwait. عراق اجازه نخواهد یافت که کویت را ضمیمه کند. این تهدید یا لاف نیست، بلکه همینطور خواهد شد که گفتم. ائتلاف بین‌المللی بزرگی تحت رهبری آمریکا در عملیات طوفان صحرا ارتش عراق را در هم کوبید. عملیات زمینی فقط 100 ساعت طول کشید. من می‌توانم به ملت گزارش بدهم که تجاوز نظامی شکست داده شد. جنگ به پایان رسید. این نمایش قدرت نظامی کم سابقه ارتش آمریکا در قلب شهر واشنگتن بعد از پیروزی بر عراق. اما خیلی زود ورق برگشت. رکود اقتصادی و نبرتری نظامی دغدغه اصلی شهروندان آمریکا بود. ما وجب به وجب این کشور را روز به روز از وضع دشوار اقتصادی بیرون خواهیم کشید. آنهایی که می‌خواهند ما را متوقف کنند بهتر است که کنار بایستند. با این حال جورج بوش مرتکب یک اشتباه محاسباتی بزرگ شد. او در آستانه انتخابات نرخ مالیات‌های مردم را بالا برد. نتیجه این شد. فرماندار نچندان شناخته شده ایالت آرکانزا بیل کلینتون جای بوش پدر را در کاخ سفید گرفت. هرچند یک دهه بعد این بار نوبت پسر جورج بوش بود که زمام قدرت را در دست بگیرد. بوش پدر آخرین رهبر آمریکا از دوران جنگ سرد بود. از او به خاطر درایتش در واکنش به فروپاشی شوروی و روند انتقال بلوک شرق به طرف دموکراسی تمجید می شود. جورج بوش در دوران کهولت و بازنشستگی هم فعال باقی ماند. 90 سالگیش را با پرش از هواپیما جشن گرفت. البته در کنار شریک زندگیش باربارا بوش. آنها 73 سال با هم زندگی کردند. گزارش کامبیز فتایی بود از زندگی جورج بوش پدر. خبرنگار ما بهمن کرباسی از نیویورک با ماست. بهمن، آقای بوش خیلی شخصیت مهمی بود در فضای سیاسی آمریکا. و علتش هم این است که در سیستم‌های سیاسی مثل آمریکا که خانواده‌های سلطنتی وجود ندارند، یکی دو تا خانواده معمولاً به خاطر حضور طولانی مدتشون در عرصه سیاست یا نفوذشون یا شهرتشون یا جمع اینها تبدیل میشن به نمادهای برای کسانی که بهشون میگن خانواده‌های سلطنتی غیر رسمی آمریکا. در آمریکا به تبع اصلی ترین اونها کندی ها هستن، همیشه جزو خانواده‌هایی بودن که مورد توجه بودن و نفوذ و شهرتشون مورد بحث بوده و به نظر میاد اگر بخوایم خانواده دومی رو انتخاب کنیم بعد از کندی ها، همین خانواده آقای بوش هست. حدود 50 سال در عرصه سیاسی از زمانی که پدرش سناتور بوده تا وقتی که پسرش ریاست جمهوری رو ترک کرد و پسر دیگرش کاندید ریاست جمهوری شد در رقابت با آقای دونالد ترامپ باخت، در واقع اینها هم حضور داشتن، هم نفوذ و همین که تونستن تأثیر بذارن. به طبع اونهایی که با جدگیری سیاسیشون موافق بودن این تأثیر رو مثبت میدونن و اونهایی که موافق نبودن این تأثیر رو چندان مثبت نمیدونن. ولی به هر حال میراث سیاسیشون هیچ وقت سیاه و سفید نیست و در میانش کسانی هستن که میتونن حتی از میان مخالفان آقای بوش که نشان بدن موقعیت و تصمیم هایی که او گرفته که در نهایت تونسته آمریکا رو به سمتی ببره که معتقدن کشور بهتر و موفقتری شده و در مقابل کسانی که میتونن تاکید کنن به تصمیمات و جدگیری سیاسی که منفی بوده. ولی به هر حال حضور این خانواده و شخص آقای بوش به عنوان پدر این خانواده نشون از به اصطلاح توان اونها برای مانور در سیاست آمریکا داشته در نیم قرن اخیر. آقای بوش در این سالهای آخر زندگیش هم همچنان در صحنه عمومی حضور داشت، ولی با اینکه خودش جمهوری خواه بود به نظر نمی رسید که روابطش خیلی با دولت آقای ترامپ خوب باشه.
نوع جمهوری خواهی آقای بوش پدر مخصوصا خیلی متفاوت از حزب امروز جمهوری خواه است. خود او هم در زمانی که رئیس جمهور بود بارها تاکید کرده بود برای اینکه باید فراجناحی عمل کرد، برای اینکه باید راستگرایی و محافظه‌کاری نباید تبدیل بشه به سیاستی که فقط نوع سیاستی که فقط منفی است در برابر تغییرات. در نتیجه اون سیاست رو و اون جمهوری خواهانی که در زمان آقای بوش در قدرت بودن با جمهوری خواهان امروز بسیار بیگانند و اتفاقا بسیار از دموکرات ها هستند که تاکید میکنن این روزها که آقای جورج بوش پدر جمهوری خواهی بود که میشد باش کار کرد، برخلاف آقای ترامپ و جمهوری خواهان امروز از دید اونها. ولی در سیاست خارجی هم انواع اقسام کارهایی که کرده بود با امروز بسیار متفاوت بود. مثلا اینکه در برابر اسرائیل ایستاد برای دادن یک وام 10 میلیارد دلاری و تاکید داشت که باید این وام در صورتی داده بشه که اسرائیل برای شهرک سازی ازش استفاده نکنه. هیچ رئیس جمهور جمهوری خواه امروز چنین قدمی بر نمی داره و کمترین مقاومتی در برابر اسرائیل نمی کنه. در مقابل تصمیمش به این که تاکید کنه که معذرت نمی خواد آمریکا، که بسیاری اون رو در واکنش به ساقط شدن و کشته شدن ایرانیان در پرواز هواپیمای ایرباس میدونستن رو هم بسیاری هنوز تقبیح میکنن، میگن که او نه تنها معذرت نخواست بلکه بعداً به کاپیتان اون کشتی آمریکایی که هواپیمای مسافربری ایرانی رو ساقط کرد یک جایزه و مدال هم داد. در اینکه در عرصه سیاست خارجی هم میتونیم نگاه بکنیم و ببینیم که کارنامه مثبت و منفی مخلوطی هست در پایان این 94 سال زندگی آقای جورج بوش پدر. ممنونم از خبرنگار ما بهمن کلباسی با ما. در ادامه برنامه های امروز هم بیشتر صحبت میکنیم درباره زندگی جورج بوش پدر و مخصوصا رابطه آمریکا با ایران در زمانی که او در صحنه سیاست آمریکا حضور داشت، مخصوصا وقتی که معاون رئیس جمهور ریگان بود در زمان در سالهای اول انقلاب ایران. اما در خبری مرتبط با ایران، معاون نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیر کل این سازمان و رئیس شورای امنیت از اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آمریکا شکایت کرده. اسحاق آل حبیب اظهارات مایک پومپئو را مجازات جمعی یک ملت و نقض اصول بنیادین حقوق بین الملل خوانده. وزیر امور خارجه آمریکا اخیراً گفته بود حکومت ایران باید بین تأمین غذا برای مردم و ادامه فعالیت‌های منطقه‌ای خود یکی را انتخاب کند. ایران این اظهارات را تهدید به قحطی دانسته. نیروی دریایی ایران استفاده از یک کشتی نظامی جدید را آغاز کرده. مقامات ایران میگویند سهند سومین کشتی نظامی ساخت ایران است. به گفته آنها این کشتی توانایی حمل سلاح‌های دریا به دریا، ضد هوایی و ضد دریایی را دارد. همچنین گفته شده مخزن سوخت این کشتی نسبت به نمونه‌های قبلی بزرگتر است و بنابراین می‌تواند مدت طولانی‌تری در دریا سفر کند. ایران قرار است در ازای فروش نفت به کره جنوبی کالا دریافت کند. به گفته حسین تنهایی رئیس اتاق مشترک ایران و کره جنوبی، بر اساس برنامه تعریف شده اگر بانک مرکزی دو کشور نتوانند برای مبادلات مالی با یکدیگر همکاری کنند، روابط اقتصادی دو کشور از طریق بخش خصوصی و به صورت مبادله کالا در ازای نفت انجام می‌گیرد، به طوری که وارد کنندگان بخش خصوصی ایران وجه کالاهای وارداتی را به دولت ایران پرداخت می‌کنند. نشست گروه 20 در حالی در آرژانتین برگزار می‌شود که تعدادی از رهبران اروپایی در دیدار با ولیعهد عربستان خواستار روشن شدن پرونده قتل جمال خاشقجی شدند. همزمان دعوای تجاری آمریکا و چین ادامه دارد. چشم‌ها به دیداری دوخته شده که قرار است بین رئیسان جمهوری دو کشور امروز برگزار شود. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. نشست سران گروه 20 در آرژانتین توجه بسیاری را در سراسر جهان به این مرد جلب کرده. محمد بن سلمان ولیعهد جوان سعودی که متهم است دستور قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد عربستانی را داده. ریاض این اتهام را رد می کند. این نخستین حضور محمد بن سلمان در نشستی بین‌المللی بعد از قتل جمال خاشقجی است، نشانه ای از قصد او برای حفظ مقامش. بیشتر رهبران گروه 20 با سردی با ولیعهد 33 ساله عربستان برخورد کردند، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با او گرم گرفت. ترزا می نخست وزیر بریتانیا در دیدار دو جانبه با محمد بن سلمان از او خواست که درباره قتل جمال خاشقجی شفاف باشد و با مقام‌های ترکیه در این باره همکاری کند.
ترکیه اعلام کرده شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد این روزنامه‌نگار منتقد سعودی به دستور محمد بن سلمان در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسیده است. ولیعهد جوان اما مواجهه دشوار با رئیس جمهوری فرانسه داشت. بخشی از گفتگوی کوتاه این دو رهبر از طریق یک میکروفون توسط رسانه‌ها شنیده و ثبت شده. آنچه قابل شنیدن است این است که امانوئل مکرون از مسئله ابراز نگرانی می کند و می گوید تو هیچ وقت به حرف من گوش نمی دهی. اما محمد بن سلمان از او می خواهد که نگران نباشد و می گوید که به حرف او گوش می کند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته که آقای مکرون خواهان ورود بازرسان بین‌المللی به پرونده قتل جمال خاشقچی شده و از لزوم یافتن راهی برای پایان دادن به جنگ یمن گفته که عربستان در آن حضور دارد. محمد بن سلمان در حاشیه نشست گروه 20 در آرژانتین با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و دخترش ایوانکا هم دیداری کوتاه داشت. آقای ترامپ گفته که گفتگویی با بن سلمان نداشته و خوشوبش کوتاهش با ولیعهد عربستان برای رعایت آدابی بوده که در قبال همه رهبران حاضر در این نشست داشته است. رئیس جمهوری آمریکا قبلا از قتل جمال خاشقچی ابراز تأسف کرده بود، اما در بیانیه‌ای پیش از نشست گروه 20 گفته بود که به دولت عربستان سخت نخواهد گرفت، چون سعودی‌ها شریک مهمی برای اقتصاد آمریکا و همچنین برای مقابله با اقدام‌های ایران در خاورمیانه هستند. نشست گروه 20 در آرژانتین اهمیت دیگری هم داشت. مهمترین دیدار بین رهبران آمریکا و چین در سال‌های اخیر در حاشیه این نشست برگزار می‌شود. دو کشور هم اکنون درگیر نوعی جنگ تجاری هستند. این دو کشور تعرفه ورود کالاهای یکدیگر را افزایش دادند. همزمان با نشست گروه 20 در بوینوس آیرس، ده ها هزار نفر از مردم آرژانتین به خیابان‌ها آمدند و به برگزاری این نشست پرخرج در حالی که کشورشان با بحران اقتصادی روبروست اعتراض کردند. فرین عاصمی، بی‌بی‌سی. به نیمه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. اعتراض‌ها به افزایش مالیات سوخت در فرانسه ادامه دارد. بیش از 100 نفر بازداشت شدند و پلیس از گاز اشک‌آور استفاده کرده. تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده هست از پاریس در کنار طاق پیروزی یا طاق نصرت. همونطور که می‌بینید پلیس گاز اشک‌آور شلیک کرده به سمت معترضان. در تصاویر نزدیک‌تر هم معترضان رو میشه دید که به سمت پلیس دقایقی پیش نشون داده شده بود که داشتن سنگ پرتاب می‌کردند. بیشتر به افزایش هزینه‌های زندگی و افزایش مالیات سوخت این معترضان اعتراض دارند. جورج بوش پدر 41مین رئیس جمهوری آمریکا در 94 سالگی درگذشت. فیفا میگوید ادعاهای مربوط به اذیت و آزار زنان عضو تیم ملی فوتبال افغانستان را بررسی میکند. برخی از این زنان میگویند از سوی اعضای مرد فدراسیون مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. ادعایی که فدراسیون فوتبال افغانستان تکذیب کرده. فیفا گفته زمانی که حقیقت مشخص شد اقدامات لازم را انجام میدهد. خبرنگار ما علی حسینی از کابل با ماست. علی، چی بیشتر میدونیم از این ادعاهایی که درباره آزار و اذیت زنان فوتبالیست شده؟ من ساعتی قبل با خالده پوپلزی رئیس قبلی کمیته فوتبال زنان صحبت کردم، کسی که همین موضوع و اتهام سوء استفاده و آزار جنسی و جسمی از بازیکنان زن فوتبال را مطرح کرده، گفته که این آزار و اذیت جنسی زنان به یک روال عادی در فدراسیون فوتبال افغانستان بدل شده و مدت ها هم بوده که در این زمینه اعتراض کرده بودند به مقام های فدراسیون فوتبال افغانستان و دیگر مسئولین، اما پاسخ مشخصی نشنیدند. به همین خاطر به فدراسیون جهانی فوتبال، به فیفا این موضوع را مطرح کردند و منتظر ببینند که چی میشن. هنوز مشخص نیست که ابعاد و گستردگی این آزار و اتهام در رابطه با این آزار و اذیت جنسی از بازیکنان فوتبال چقدر است و قربانیان آنها چه کدام افرادی هستند و عاملین این اذیت و آزار اگر واقعیت داشته باشند چه کسانی هستند. گرچه در گفته‌های اینا مشخصا از یک نفر نام برده شده، کرام‌الدین کرام رئیس
رئیس فدراسیون فوتبال و دو مربی فوتبال که نامی از اونها بردن، ولی مشخص شده گفته که اینها از افرادی بودن که اذیت و آزار زنان فوتبالیست پرداختند. اما فدراسیون فوتبال افغانستان این ادعا رو تکذیب کرده. چقدر الان که پای فیفا وسط اومده امکان داره که فدراسیون فوتبال افغانستان بخواد با فیفا همکاری کنه و نتیجه مشخصی حاصل بشه؟ فدراسیون فوتبال افغانستان مشخصا به دو سه مورد اشاره کرده، ضمن اینکه رد کرده و دلایل ردش هم مطرح کرده. گفتن اینکه افرادی که این اتهام ها و این ادعاها را مطرح کردن افرادی هستند که از امتیازات بودن و حضور در فوتبال زنان افغانستان این امتیازات قطع شده و به همین خاطر اتهامات مطرح کردن. و در کنار او گفته که برخی از رسانه‌های غربی احتمالاً اشارش به گاردین است که این موضوع را مطرح کردن به خاطر اینکه زنان فوتبال افغانستان لباس‌های اسلامی بر تن دارند، به این خاطر این موضوع را برجسته می‌سازند و نمی‌خواهند که زنان افغانستان با لباس و اسلامی و حجاب اسلامی و گفته اونها وارد میدان فوتبال شوند. با توجه به اینکه حالا پای فیفا وارد میدان شده است، میتوان گفت که جدی گرفته این موضوع فدراسیون فوتبال افغانستان. بلافاصله بعد از این گزارش اعلامیه صادر کرد و امروز هم یک روز بعد کنفرانس خبری مطرح کرد. به نظر می‌رسه اگر این اتهام‌ها واقعیت داشته باشد که دو طرف فعلا در حد ادعا مطرح کردن، ضربه سنگینی به فوتبال زنان افغانستان میتونه باشه، در این حال که فیفا هم گفته که این موضوع جدی میگیره و تحقیقات آغاز میکنه و اگر ثابت بشه ادعاها اقدامات احتیاطی را در نظر خواهیم گرفت. ممنونم ازت علی حسینی از کابل با ما. خب میتونیم برگردیم به فرانسه و خبری که در ابتدای برنامه با شما در میون گذاشتیم. برای سومین هفته پیاپی در فرانسه مردم در اعتراض به افزایش مالیات سوخت در پاریس و چند شهر دیگه تجمع کردند. در خیابان شانزلیزه که الان دارید تصاویرش رو میبینید در مرکز پاریس، پلیس در برخورد با معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرده. تا کنون بیش از 100 نفر بازداشت شدند. در شهر لیل هم ماموران به یک معترض گلوله پلاستیکی شلیک کردند. دولت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه مالیات سوخت را بالا برده تا مردم را به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و استفاده از انرژی‌های پاک تشویق کنه. تصاویری که می‌دیدید تصاویر زنده هستند از مرکز پاریس. الان نیروهای امنیتی رو ما داریم می‌بینیم که صف کشیدن در مقابل معترضان. آخرین خبر این هست که 60 نفر از معترضان بازداشت شده‌اند. در خبرها اومده که به سمت پلیس سنگ پرتاب کردند، بعضی رنگ زرد به پلیس پاشیدند و پلیس هم در مقابل از گاز اشک‌آور و همینطور ماشین آبپاش استفاده کرده. آمار دستگیری‌ها همینطور داره بالا میره و الان گفته شده که 120 نفر بازداشت شدند. سومین هفته اعتراضی در فرانسه در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و همینطور افزایش مالیات سوخت. وزیر کشور در آخرین واکنش دولت گفته که این افراد آشوبگر هستند. آقای مکرون هم گفته که سیاست افزایش قیمت مواد سوخت رو لغو نخواهد کرد. از امروز برنامه 100 زن تلویزیون بی بی سی فارسی در برنامه 60 دقیقه شروع میشه. برنامه‌ای که تا چهارشنبه ادامه پیدا خواهد کرد. برنامه در 5 شب به 5 موضوع در ارتباط با زنان می‌پردازه. زنان موفق در عرصه‌های مختلف رو معرفی می‌کنه و کارشناسان مهمان برنامه از فن‌ها و مهارت‌هایی که به رشد اقتصادی زنان کمک می‌کنه خواهند گفت. از ساعت 10 شب به وقت تهران و 11 شب به وقت کابل با برنامه 100 زن بی بی سی فارسی همراه بشید. و همراه با مجموعه برنامه های 100 زن بی بی سی، برنامه امروز هشتگ شما هم به رحم اجاره‌ای یا رحم جایگزین و مسائل حقوقی اون در ایران اختصاص داره. اگر خودتون یا اطرافیانتون تجربه‌ای در این زمینه دارید میتونید در برنامه ما شرکت کنید. راه های تماس رو الان در صفحه تلویزیون میبینید. همینطور نظر و شماره تلفن خودتون رو میتونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید. آدرس ما هست @bbc شما. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. به این ترتیب به پایان این بخش خبر میرسیم. ممنون که با بی بی سی فارسی هستید.